تمدید با سه ستاره رئال مادرید به جنوری موکول شد. جایزه گولدن بوی سال 2020 در دستان ارلینگ هالند. لایپزیش یا رئال مادرید، هنوز باید فکر کنم. کنایه کومان به پی اس جی پول خرج کردن تا بزرگ شوند، چون سه سود برابر هست. رئال مادرید یک ماه دیگر بر سر تمدید قرارداد با سرخی راموس، لوکا مودریچ و لوکاس فاسکس مذاکره خواهد کرد. به نقل از آس، رئال مادرید تصمیم گرفته تا تمدید قراردادها را به ماه جنوری موکول کند. سرنوشت ستاره های چون سرخی راموس، لوکاس فاسکس و لوکا مودریچ نامشخص است و هر سه قراردادشان در پایان همین فصل تمام می شود و از اول جنوری آزادند تا با تیم های مد نظرشان وارد مذاکره شوند، یا یعنی اینکه صبر کنند تا پیشنهاد تمدید باشگاه برسد. فشار زیادی روی سران باشگاه به خصوص برای تمدید با سرخ راموس وجود دارد، ولی همه چیز بر جلسه 6 روز دیگر اعضای باشگاه بستگی دارد. رئال در شرایط پاندمی کرونا توان سود 313 هزار یورویی را به ثبت برساند و از ضرر مالی فرار کند. بودجه باشگاه نیز به 618.8 میلیون یورو رسید که درصد قابل توجه به دستمزد بازیکنان و اعضای کادر فنی تیم اول و دوم اختصاص دارد. رئال به سبب وضعیت نامشخص بازگشت تماشاگران و ورزشگاه‌ها قصد دارد با احتیاط کامل وارد قضیه تمدید قراردادها شود. سرخی راموس و مودریچ 34 ساله و 35 ساله اند و لوکاس واسکز نیز وارد 29 سالگی شده است. تمدید با هر سه درخواست زندان زیدان و هواداران هست و بعد جنوری پیش رو پیشنهاد باشگاه تا چه اندازه متقاعد کننده خواهد بود. تا به اینجا تنها دنی کارواخال 28 سال است که بر سر تمدید تا سال 2024 با باشگاه به توافق رسیده و به زودی خبر رسمی آن منتشر خواهد شد. سرمربی بارسا معتقد است در بازی برابر پی اس جی شانس دو تیم 50-50 هست. او کنایه هم نثار پاریسی ها کرد. به حکم قرار بارسا و پی اس جی در یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان به مسافه هم خواهند رفت. دیدار بسیار حساسی که باید دید، برنده آن در مجموع دو بازی رفت و برگشت چه تیمی هست. بارسا در بازی رفت میزبان هست و پی اس جی با نیمار و کیلیان امباپه خوشبین هست بالاخره طلسم حذف شدن برابر بارسلونا را بشکند. رونالد کومان سرمربی بارسا در واکنش به این قرعه گفت: میدانستیم که حریف قدرتمند به ما برخورد خواهد کرد و قرعه به نام پی اس جی افتاد. معتقدم بازی برای پی اس جی هم سخت است و آنها از مساف با ما خوشحال نیستند. هر دو تیم قدرتمندند و شانس سود 50-50 هست. دو بازی نزدیک و برابر را شاهد خواهیم بود. کومان همچنان در ادامه گفت: در سالهای اخیر پی اس جی مبالغ زیادی هزینه کرده تا به تیم بزرگ قدرتمند و دارای شانس در لیگ قهرمانان تبدیل شود. فصل گذشته تا فینال بالا رفتن و تیمی هستند که میخواهند همیشه در مراحل پایینی حاضر باشند. ما هم هدفمان مشابه هست. طبیعتاً جدال حساس و سخت را شاهد خواهیم بود. پی اس جی ستاره‌های بزرگی دارد و تیمی با اهداف بزرگ هست. دیدار جذابی هم خواهد شد. ارلینگ هالند ستاره نروژ دورتموند جایزه گولدن بوی سال 2020 از سوی نشریه توتو اسپورت را دریافت کرد. نشریه توتو اسپورت ایتالیا هر ساله جایزه گولدن بوی را به بهترین بازیکن زیر 21 سال شاغل در لیگ برتر اروپا اهدا میکند. جایزه‌ای که در نوع خود برای بازیکنان جوان یک اتفاق مهم محسوب میشود. چند پیش بود که مشخص شد ارلینگ هالند ستاره نروژی باشگاه دورتموند بالاتر از بازیکنان نظیر جیدون سانچو، آنسو فاتی، آلفونسو دیویس و میسون گرین‌وود برای دریافت جایزه گولدن بوی سال 2020 انتخاب شده است. در همین ارتباط امشب ارلینگ هالند جایزه خود را به شکل رسمی دریافت کرد تا به نام اولین جایزه فردی مهم خود را به دست آورده باشد. همچنین رابرت لاندوفسکی از نگاه توتو اسپورت عنوان بهترین بازیکن جهان در سال 2020 و ساندرو تونالی هافبک میلان به عنوان بهترین بازیکن زیر 21 سال ایتالیایی انتخاب شدند. ستاره مجارستان سالزبورگ با شایعات انتقالش بر لایپزیش یا رئال مادرید واکنش نشان داد. رئال مادرید و در رسان رئیس این باشگاه یعنی فلورنتینو پرز طی سالهای گذشته علاقه زیادی به جذب بازیکنان جوان و پرورش آنها برای حضور در تیم اصلی لس بلانکوز نشان داده است و به نظر می رسد که یکی دیگر از این پدیده ها نیز به جمع کهکشانی ها ملحق خواهد شد. یک از جدیدترین پدیده های مورد نظر رئال مادرید هافبک 20 ساله باشگاه سالزبورگ یعنی دومینیک سوبوسلای بود. او در لیگ قهرمانان اروپا توجه ویژه را به سمت خود جلب کرد. همانطور که در واندا متروپولیتانو مقابل اتلتیکو مادرید یک از دو گل تیمش را وارد دروازه روخ بلانکو کرد. هفته گذشته اسکای اسپورتس ادعا کرد که با لایپزیش به توافق نهایی رسیده و به پیشنهاد رئال مادرید پاسخ منفی داده است. پدیده مجار در واکنش به شایعات پیرامونش گفت: در مورد من شایعات زیادی منتشر می شود و مرا به تیم های مختلف فصل می کنند، ولی هنوز برای تصمیم گیری نهایی وقت دارم. تصمیم می خواهم گرفت که برایم بهترین باشد. هنوز چند بازی حساس و مهم باید برای سالزبورگ انجام دهم و سپس ببینم چی خواهد شد. سوبوسلای نه تنها از رئال که از میلان و آرسنال هم پیشنهاد دارد و در نهایت باید طبق شایعات بر لایپزیش می رود یا تصمیم دیگر خواهد گرفت.
نیمار با دیدار مقابل بارسلونا میرسد. اخبار در مورد احتمال رسیدن نیمار با دیدار مقابل بارسلونا وجود دارد. روز گذشته 14 دسامبر قرعه کشی مرحله حذفی لیگ قهرمانان اروپا انجام شد و بر این اساس دو تیم بارسلونا و پاریس سن ژرمن باید در مرحله هشتم نهایی با مساوی یکدیگر بروند. این بدان مناسب که انتظارات به سر رسیده و تقریبا 4 سال بعد از جدای نیمار او برای ثبات توانایی های خود میتواند با تیم سابقش دیدار کند. اما این ستاره برزیلی در دیدار شب گذشته پاریس سن ژرمن مقابل لیون دچار مصدومیت شدیدی شد و اخبار اولیه حاکی از احتمال پرگی ربات صلیبی و دوری چند ماهه نیمار از میادین بود. اما به نظر میرسد شدت مصدومیت نیمار به اندازه تصورات اولیه نبوده و البته هنوز میزان دقیق دوری او از میادین مشخص نشده است. پس از انجام یک سری آزمایشات در اول روز دوشنبه باشگاه پاریس سن ژرمن تایید کرد که نیمار از ناحیه مچ پا دچار شکستگی نشده و مجبور به انجام عمل جراحی نخواهد بود و شرایط نیمار روز سه‌شنبه مجددا بررسی می شود تا میزان قطعی دوری او از میدان مشخص شود. به هر حال همین روند نیز باعث ایجاد امیدواری در دل هواداران فوتبال برای تماشای جدال بین نیمار و همتیمی سابقش از جمله لیونل میسی شده است.